پارشای لایشف یک درس بسیار بسیار عمیقی به ما یاد میده. خیلی موقع هست که در زندگی ما در قله موفقیت هستیم و این را میبینیم که برنامه‌ای که داریم، منظوری که داریم بسیار والا هست، بسیار عالی هست. و چرا همچین اتفاقی میفته که از این قله کوهستان میفتیم به درون یک دخمه تاریک و متعفن؟ و اگر توجه بکنیم به این پاراشا، میبینیم که این پاراشا به ما پاسخ میده، ولی برای فهمش بایستی خیلی صبر داشته باشیم و خیلی تعمق بکنیم. یوسف صدیق فرزند دلبند یعقوب آوینو بود. یعقوب آوینو تورایی که از ابراهام و یتخاک و از شم و عبر یاد گرفته بود و تورای خودش را به یوسف تحویل داد و در حقیقت تزریق کرد در درون یوسف صدیق. و یوسف در سن 17 سالگی، اگر یوسف پیش پدرش باقی میموند، ما نمیتونیم تصور کنیم به چه درجاتی میرسید. ولی یه دفعه میبینیم که به عنوان یک غلام فروخته میشه در به مصر، در جایی که نه فرهنگی هست نه ادب و شعور روحانی وجود داره، و برای اون پروندهی میسازن و بی جهت و بی دلیل میندازنش در سیاهچال. ولی بایستی ببینیم که این افتادن در سیاهچال و این افت از بالای بالا به پایین پایین بی خودی نبود. خداوند برنامه اینا داشت که یک جوان یهودی بیاد در مصر، امپراتوری زمان، و دنیا را از هلاکت و گرسنگی در سالهای قحطی نجات بده و باعث این بشه که قوم اسرائیل که در مصر اونجا به عنوان غلامی اومدند، رسیدند و بعد از 210 سال قوم اسرائیل به زخوت یوسف صدیق از مصر بیاد بیرون و به گئولا بره.